فردا 5 شنبه 25 رجب العصب ساروز شهادت حضرت امام بن جعفر علیه السلام است. به همین مناسبت میلیون ها اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم از شهرها و مناطق مختلف عراق راهی شهر مقدس کازمین شده تا ضمن حضور در حرم متحر امامین کازمین علیه ما سلام و زیارت آن در مراسم ایام شهادت این امام همام شرکت کنند. با هدف بررسی بیشتر این موضوع و اطلاع از حال و هوای حرم متحر امامین کاظمین علیه ما سلام در این لحظه ارتباط مستقیمی داریم با آقای ریاض میرخلفزاده خبرنگار ازامی خبرگزاری اخبار به شهر مقدس کاظمین دوست و همکار عزیزم آقای میرخلفزاده سلام و عرض ادب خدا قوت و علیکم و السلام و رحمت الله عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای بهنام عزیز و کلیه عزیزان بیننده مجموع رسانه امام حسین اخبار شیعه جای همگی بزرگواران خالی در شهر مقدس کازمین ما الله از جمعیت مردمان ازادار جهت ارز تسلیت به شهر کازمین مشرف هستند و الحمدلله رب العالمین در امنیت کامل با تمهیداتی که شهر مقدس کازمین از مسئولین گرفته شده با ایجاد ایستگاههایی از باب بهداشتی و هدف این که انشاءالله هیچ گونه موردی پیش نیاد در سطح شهر مقدس کازمین و مخصوصا در مسیر مشایه ازاداران آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام که حضور دارند یا به طرف شهر مقدس کازمین در حال آمدن هستند برای عرض تسلیت و مشارکت در ازای شهادت آقا امام موسی بن جعفر هفتمین امام و پیشوای شیعیان جهان همینقدر عرض بکنم خدمت شما و عزیزان بیننده که خیابانهایی که مسیر مشایه در اون قرار داده قرار داده شده و مملو و از جمعیت هست مواکب از باب خدمتگذاری و پذیرایی از همه جور از باب این که قضا به عزیزان زائر تقدیم بکنن محل های استراحت و خواب تهیه کردن از مسائل بهداشتی همه نوع موارد رو پیش بینی کردن که زائر بتونه با امنیت کامل وارد شهر مقدس کازمین بشه و به زیارت خودش با خیال راحت و آسوده بپردازه آقای میخلفزاده سوال کردین در... چه برنامه در هایی برای امشب و فردا تدارکیده شده بفرمایید خواهش میکنم خدمت شما آرزم که همینطور که اطلاع دارید مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام و بینندگان محترم هم در پخش ها ملاحظه فرمودن از دو روز قبل، سه روز قبل و امروز روز سوم عزیزان همکار دارن این مشایه رو پوشش خبری میدن، اطلاع رسانی میکنن به نحوی این مشایه دومین مشایه بزرگ کشور عراق هست که مسلمانان و شیعیان ساکن در کشور عراق بقیه کشورها که توفیق زیارت رو دارن این ایام رو به طرف حرم متحر امامین جوادین در حال حرکت هستند و افتخار این رو داریم که دعاگو و نائب و زیاره همه این بزرگواران و شما عزیزان همکار باشیم اینقدر بگم که سوال شده در ارتباط با تعداد مواکب فرمودن بیشتر از هزار موکب ثبت نام کردن که دارن فعالیت میکنن گرچه ما همش رو امکان این رو نداریم به تصویر بکشیم و خدمت شما و عزیزان بیننده تقدیم بکنیم و تعداد زائر تا الان میلیون ها نفر بوده و میدونید هنوز برای کشور عراق فردا هم ادامه داره و روز 25 ماه رجب مصادف با روز جمعه خواهد بود در کشور عراق همچنان زائر به طرف شهر مقدس کازمین و حرم امامین جوادین در حال سیر و حرکت هستند. تشکر میکنم آی میرخلفزاده خواهش میکنم انشالله داغو و داغو و نایب و زیاره همه شما عزیزان انشالله خواهیم انشالله بود انشالله یا علی مدد خدا قوت میگم